افسر ارشد تکنولوژی سنتکام در یک کنفرانس خبری از راه‌های استفاده از هوش مصنوعی و سیستم‌های رباتیک برای ارتقای حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه خبر داد. این روش‌های نوین در نیروی دریایی، زمینی و هوایی آمریکا به کار گرفته خواهد شد. ایالات متحده برای آغاز این عملیات از مرکز تجربی شنهای سرخ مستقر در عربستان سعودی استفاده خواهد کرد. مقابله با پهپادهای جمهوری اسلامی هم یکی از دلایل اصلی این ابتکار نظامی است. جزئیات بیشتر رو می‌شنویم از سمیرا قرایی، همکارم که در این کنفرانس حضور داشته. سمیرا، الناس، کنفرانس خبری سنتکام ساعتی پیش به پایان رسید و اساساً راجع به این بود که چگونه قرار هستش که ایالات متحده در رابطه با حضور نظامی خودش در خاورمیانه از تکنولوژی‌های پیشرفته و از هوش مصنوعی استفاده بکنه. توضیحاتی در این رابطه داده شد. برنامه‌هایی که مدت هاست ایالات متحده پیگیری کرده با کمپانی‌های تکنولوژی، همکاری‌هایی رو انجام داده، از این کمپانی‌ها خواسته که این تکنولوژی‌ها رو براش ایجاد بکنند، بسازند و اونها رو گسترش بدن و حالا به نظر میرسه که در آستانه یک اتفاق بسیار مهم هستیم و اون همین هستش که از هوش مصنوعی ایالات متحده بخواد استفاده بکنه در رابطه با تهدیداتی که در خاورمیانه وجود داره که مشخصاً از سوی جمهوری اسلامی داره علیه نیروهای ایالات متحده یا متحدان منطقه ایالات متحده وارد میشه. مشخصاً بحث پهپادهای جمهوری اسلامی هست با این همه نرم افزار که در این رابطه طراحی شده که قرار هست مقابله بکنه با پهپادهایی که خطر آفرینی میکنند. نرم افزاری نیست که تنها متوجه مثلا پهپادهای نوع شاهد باشه، قرار هست که هر گونه پهپادی که رفتار خصمانه داره رو بتونه هدف قرار بده. گذشته از ماجرای پهپادها، در مجموع فعالیت‌های دریایی قرار هستش که از طریق هوش مصنوعی رصد بشه، در واقع هوش مصنوعی که بیاد کمک بکنه به سیستم‌هایی که درشون انسان حضور نداره، سیستم های روباتیک هستند و هم این باعث میشه که ایالات متحده بتونه چشم و گوش داشته باشه در جاهایی از خاورمیانه که حضور در اونها سخته به خاطر شرایط اقلیمی، در بخش های آبی که نمیشه به راحتی حضور داشت. این رو قرار هستش که تامین بکنه و همین که کمک بکنه به سیستم هایی که از طریق انسان کنترل میشه. در واقع قرار هستش که سیستم های نظامی ایالات متحده در خاورمیانه یک ارتقای چشمگیری پیدا بکنه. در رابطه با سال دریایی ما پیشتر هم بحث شناورهای آمریکایی رو داشتیم، چیزی که شاید بشه اسمش رو شهپاد گذاشت با توجه به اسم پهپاد که در این رابطه به جای پرنده از شناور استفاده میشه، که جمهوری اسلامی سعی کرده بود در شهریور ما تعدادی از اینها رو سرقت بکنه. این شناورهایی که از راه دور قابل کنترل هستن و نیاز به حضور یک انسان درشون نیست، روی یک کمپانی در کالیفرنیا ساخته بود، یک کمپانی خصوصی و دولت آمریکا فروخته بود و آمریکا داره از این شناورها استفاده میکنه. پیشتر هم ما راجع به گروه ضربتی 59 شنیده بودیم که شامل 100 شناور خواهد بود. این 100 شناور 80 تاش از متحدان منطقه آمریکا خواهد آمد و 20 شناور رو آمریکا تنها هزینه مالیش رو داده و قرار هستش که از همه این امکانات استفاده بکنن تا بتونن با تهدیدات جمهوری اسلامی مقابله بکنن. سوالی که من ازشون پرسیدم در رابطه با ناتوی خاورمیانه بود که آیا این کمک خواهد کرد، آیا مشوقی خواهد بود برای اینکه این ناتو بخواد شکل بگیره یا نه، که سوال این بود که این تکنولوژی ها در کون خودشون، در وجود خودشون مسائلی هستند که نیاز به اتحاد و ائتلاف دارن و حتما متحدان منطقه آمریکا ازش استفاده خواهند کرد. چکرم از سمیرا قرایی، همکارم از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما. ممنونم.